در اساسی دستور سپرشای اساسگذار سلوادت ملی پیشوی ملت محترم امامالی رحمان با ساکنان دیاوی خوجه اعلی و سامانیان شهر اسفرا از طرف رئیس ولایت سو رجبای احمدزاده کلید خانه های نو سپرده شد. در مراسم تقدیم کلید منزل های استقامتی تاکید کرده شد که حکومت جمهوری تاجیکستان برای فراهم آوردن شرایط زندگی ساکنان تمام تدبیرهای ضروری را اندیشیده، در این زمینه خانه های ساکنان نزد مرزی شهر اسفرا با تمام شرایط بنیاد گرده است. اداره خود را به پیشوای ملت می رسانم که در مدت کوتاه به ما خانه های آباد کرده دادند. به حکومت جمهوری تاجیکستان رحمت که چنین خانه های آباد شد. من بعد به زندگی آسایشه در این صلح و تنجی آرامی می توانیم آینده ما زندگانی را دوام دهیم. رحمت به جناب عالی ما دستگیری کردن در وقتی مشکلی ها با خدا به شکر من خانه های زمانوی ما خوشخورزندان زندگی کردسازیم. تمام شرایط های حاضر مهیا کردن. یادآور میشم که خانه های ساکنان در این منطقه بر اثر درگیری های مسلحانه آخر ماه اپریل سال روان خراب شده بود و با دستور اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در یک مدت کوتاه برای ضرر دیدگان خانه های نو بنیاد گردیده، با تمام جهازهای ضروری از جمله کورپا و کورپچه، چاینک و پیاله تا ماشین جمعشویی، یخدان و تلویزیون، تفتان و سوزن و رشته و بالین و قالین تامین می باشد. هزار رحمت به حکومت جمهوری تاجیکستان که من امروز سه در خانه را به ما با مدت 50 روز به استفاده دادن ساخته دادن. هزار رحمت به جناب عالی که همقدر ما را دستگیری میکنند. در روزهای سخت ما را دستگیری کردند. به ما همچنین اشیای روزگار تامین کرده، من اعضای عائله ما که ما زندگی میکنیم. رحمت به محترم جناب عالی و دستگیری همین ها من رئیس ولایت. همین خانه تیز آباد شد و همه تجهیزاتش در مدت 50 روز من آباد کرده بود کرده دادن. شکر میکنیم که ما در دولت صاحب استقلال در خانه خوب و خوش زندگی و سر میبریم. من از زمین ها استفاده میبریم، از زمین های نزد حولگی من میکاریم، میگرفته همینجا استفاده میبریم. من همینجا با خدا آینده زندگی خوب به سر میبریم. قابل قید است که برای 29 آیله در دو دهه سامانیان و خوجه اعلی شهر اسفرا خانه های نو بنیاد و با اسباب و لوازمات ضروری روزگار به صاحبانشان سپرده شد. مورد ذکر است که رفتی ساختمان خانه ها زیر نظارت سرور دولت قرار داشت و با دستور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان رهبریت ولایت بارها از محل ساختمان خانه ها بازدید کرده برای با صفت بلند به انجام رساندن کارهای ساختمانی از تمام امکانات ها استفاده برده شد. با دستور سپارش های پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان استاد ولایتی با رهبری رئیس ولایت صلح محترم رجبای احمدزاده تشکیل کرده شده، در اساس سپارش ستاد در جایش این موضوع ها دیدن کرده شد و معین کرده شد که در این دو دهه 29 آیله به خانه و در ماندن. در نتیجه کاربری استاد ولایتی با رهبری محترم رئیس ولایت کارها سنه 5 می سال جاری آغاز گردید و در مدت کوتاه 40-45 روز با قوه ساختمانچیان مقامات های دخلدار مقامات اجرایی کمیت دولت ولایت و دیگر ساختارهایی که به این ساختمان ها وابسته شده بودند خانه شهروندان پر ساخته به استفاده داده شد. در نتیجه امروز در دیهه سامانیان در 17 آیله پر با خانه تامین شدند و در دیهه خوجه اعلی 12 آیله پر با خانه با تمام جهاز و لوازمات خوجگی داری تامین کرده شدند. ساکنان دیهه خواجه اعلی و سامانیان شهر اسفرا از توجه خاصه پرزیدنت مملکت خوشحال و سرفراز گردیده برابریت دولت حکومت اظهار سپاس نمودند. آنها اظهار داشتند که برای آبادی وطن و در سطح بلند جشن گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بیش از پیش کوشش میکنند.